چرا اصلا گذاشتید و گذاشتیم که کار به اینجا برسه؟ چرا افکار عمومی آماده نیست؟ چرا فضای افکار عمومی ناآماده اجازه میده یک سری افراد بیان با سرنوشت یک منطقه، سرنوشت یک کشور بازی بکنن و بگن که آقا ما رفتیم توی این قضیه به قول آمریکایی‌ها دوباره رو قولشون حساب کردیم. میره میشینه با رسانه‌ای اونور میگه آقا شما گفتید که ما جمعش میکنیم، جمع نشد. ما جواب ندادیم که شما جمعش کنید، جمع نشد. خب الان ببینید شما چطور اتفاقا تشدید اتفاق افتاد. تله تنش الان شد چی؟ تنش تبدیل شد به یک سطح بالاتر، داره به سطح بالاتر از تنش این اسکلیشن و تشدید اتفاق میفته و میره به سمت چی؟ میره به سمت تشنج. خب شما چرا فکر کردید که به سمت پاسخ نرید و تو تله تنش نیفتید؟ تنش اتفاق تشدید نمیشه و به سمت تشنج نمیره، تشدید اتفاق نمیفته. این تصورات خام به دلیل اینه که ما تو فضای رسانه ایمون مثل طرف های غربی، اندیشکده هامون، میزهای گفتگومون، فضای رسانه ایمون میدان رو باز نمی کنه تا این حرفا بدون پرده با مردم در میون گذاشته بشه و اونها در جریان قرار بگیرن، حداقل ذهنشون آماده بشه، حداقل این سناریوها رو بشنوند. آقا اینا محتمله ها، شما فکر نکن تشدید تنش با عدم پاسخ دادن به ترور اسماعیل هنیه رخ نمیده. ببینید رخ داد. خب الان اون آقایی که این حرف رو زد، اگر این حرف بهش پرداخته میشد، اگر این حرف توی فضای رسانه های خصوصا همه گیر شما مثل صدا و سیما دامن زده میشد که آقا این حرف زده شده، این حرف میتونه یک همچین تبعاتی داشته باشه، حالا شما میتونستی اونو بگیری دست بگی آقا ما گفتیم همچین تبعاتی میتونه داشته باشه، این تبعات رخ داد. پس بنابراین حالا توی این مرحله ما یک لایه سواد امنیتی اون وقتی رفت بالاتر، یک لایه افکار عمومیمون توی این قضیه توجیه شد، حداقل افکار عمومی که از این رسانه داره استفاده میکنه، خب حالا ما میتونیم چیکار بکنیم؟ با استفاده از این دانش، با استفاده از این سواد، یک سری اقدامات حرفه‌ای تری رو انتظار داشته باشیم و طرف مقابل نمیتونه بیاد از عدم نگاه حرفه‌ای افکار عمومی به نوعی همچین حرکت‌ها و در واقع اقدامات نسنجیده‌ای رو انجام بده و زمینه سازی همچین اتفاقاتی بشه. حالا من یه مقدار میپردازم به صحبت‌هایی که شخص رهبر انقلاب و پیامی که ایشون دادند در مورد وقایع لبنان، نکاتی رو داره، من یه نکاتی رو در مورد اون بهش میپردازم. موضوع ما در واقع موضوع با عنوان بحث ما الگوی معیشت جنگه. ما خب بالاخره ما باید به این موضوع فکر بکنیم. یه موقع بود هی شخص رهبری میومد در مورد جنگ اقتصادی صحبت میکرد، خب ما به جنگ اقتصادی خیلی توجه نکردیم، شاید جدی نگرفتیمش که داره دشمن از طریق اقتصاد و از محل معیشت و الگوی معیشت با شما درگیر میشه و شما رو تضعیف میکنه. حالا امروز باید بیایم به جنگ اقتصادی که نه، اقتصاد جنگی، الگوی معیشت جنگ توجه بکنیم. خب این شرایط شرایطی که میتونه اگر به اندازه کافی تدبیر صورت نگیره، مثل این تقریبا 120 روز گذشته، مثل 80 روز گذشته حرفه عمل نکنیم، میتونه شرط بره به سمت یک جنگی که حالا اینجا الگوی معیشت جنگ موضوعیت داشته باشه. جنگ هم این بار جنگ متفاوتیه، حالا این مقدار در موردش صحبت میکنیم. جنگ جنگیه که شبیه اون بحثی که اورول داشت که میگفت آشتی که آشتی نیست، حالا بحث اینه که جنگی که به نظر جنگ نیست اما جنگه و یک الگوی معیشت متفاوتی رو میخواد. حالا این صحبتایی که شخص رهبری توی پیامشون دارند یه مقدار کمک میکنه که ما از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم. جنگی که جنگ نیست در نسبت با اون حرفی که اورول میزنه، آشتی که آشتی نیست، جنگی که جنگ نیست، به نظر میاد که جنگ نیست، و اما اگه ما سواد اطلاعاتی امنیتی تو این حوزه رو ارتقا ندیم، جنگی که جنگ نیست. اگر ارتقا بدیم همه این رو درک میکنن، اگر درک نکنن طبیعتاً جنگی که جنگ نیست، این حس جنگ باش نمیگیرن. یه موقعی ما متوجه میشیم که اصطلاحاً میفهمیم که دیر شده. الان خیلیا براشون عجیبه دیگه، آقا چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا ترور شد؟ چی شد لبنان؟ خب اصلا که ما هر روز توی رسانه‌ها می‌دیدیم که آقا داره جواب میده، داره میزنه، موشک‌های حزب الله داره شلیک میشه، چه اتفاقی افتاد؟ بله، تداوم حرکت حزب الله و ادامه پیدا کردن راهی که صدر نصرالله
خودش ادامه دهنده اون بود و خب اون رو به این نقطه رسوند، حتما رو خواهد داد. اما اینکه ما داریم با چه هزینه‌ای، با چه هزینه هایی این مسیر رو ادامه میدیم، آیا نمیتونیم کم هزینه تر، آیا نمیتونیم با تدبیر و با هوشمندی بیشتری مسیر رو طی بکنیم؟ حتما میتونیم اگر به این موضوع توجه بکنیم، اگر این جنگ واقعا جنگ بشه، نه اینکه جنگ به اون معنای درگیری گرم و این چنینی، نه، ما جنگ جهانی پنجم رو جدی بگیریم، ما بدونیم که جنگ جهانی پنجم یا به قول اونها کولد وار 2، یعنی اون جنگ سرد جدید، این یک جنگ جدیه، این یک سری اقتضاد خاص خودشو داره، این یک سری سواد مورد نیاز خودشو داره، این یک سری افکار عمومیه و ارتباط با افکار عمومی و پابلیک دیپلماسی ویژه خودشو داره، این نیاز داره به تربیت و در واقع تأدیب یک سری افراد ویژه این میدان، یا اینکه کسایی که الان فرماندن باید برن دانش‌های خودشون رو تو این حوزه ارتقا بدن. خب اگر ما این رو ارتقا ندیم، برای ما ترورهای فراتر از دانش امنیتیمون میتونه موضوعیت پیدا بکنه. اصلا یک ادبیاتی وجود داره تو مباحث امنیتی، میگن ترورهای فراتر از دانش امنیتی، یعنی شما یه دانش امنیتی داری، یه تروری رخ میده که این فراتر از دانش امنیتی شما، اصلا شما نمیدونی از کجا خوردی، چی شد آقا فلانی، چه اتفاقی براش افتاد. حالا قضیه سید حسن نصرالله که خب مشخص بود، الان سید حسن نصرالله موضوعش بیشتر از این زاویه مورد مسئله و ابهامه که میگن آقا چی شد، اصلا از کجا فهمیدن که سید حسن اونجاست. حالا اینکه چطور زدنش خب معلومه، اون فیلمایی که منتشر شد و اون بمب‌های سنگرشکنی که استفاده شد که همش رو ایالات متحده تو این بازی یک سال گذشته، شما میدید که این هواپیمای هرکولس آمریکا میاد و اینا رو تخلیه میکنه توی لبنان، این اتفاقات این چنینی میافتاد و خب همه فکر میکنن اینا میخواد همش توی غزه استفاده بشه، شما دیدید که چطور اینا همین دیروز توی لبنان استفاده شد و خب این بمب ها حجم انفجار و تخریبی که ایجاد میکنن توی اون محدوده هر موجود زندگی باشه از بین میره و اینا تو عمق زمین نفوذ میکنن. خب چه اتفاقی افتاد که این شناسایی صورت گرفت و حالا از اون سو چرا تدبیر صورت نگرفت که اگر جلسات این چنینی میخواد برگزار بشه، حالا فعلا تا اطلاع ثانوی برگزار نشه، اصلا تا اطلاع ثانوی چون ما اون دانش امنیتی هستی، وقتی دانش امنیتی از این حدی بالاتر بود، دانش امنیتی از این حدی بالاتر رفت، خب ما احتمال هر چیزی رو میدیم، وقتی احتمال هر چیزی رو دادیم میگیم آقا تا اطلاع ثانوی با هم جلسه نگیریم، که اگرم تروری، اگرم اقدامی از سوی دشمن خواست صورت بگیره حداقل یک نفر از دست بره، چند نفر با هم توی یک جا نباشن، جلسه نگیرن. همین چند وقت پیش شما شنیدید که توی طبقه منفی 2-1 ساختمون آقای ابراهیم عقیل فرماندان سطح بالای حزب الله این اتفاق براش افتاد دیگه. الان که این اتفاق افتاده، داره این اتفاق در برای فؤاد شکر هم همین اتفاق افتاد. حالا فؤاد شکر اطرافش کسانی دیگه‌ای ظاهراً به اون سطح نبودن، اما در مورد ابراهیم عقیل این بود که خب فرماندهانی توی سطح بالا اونجا حضور داشتند و این اتفاق براشون افتاد. خب شما وقتی اون تجربه را دارید، اون موضوع براتون اتفاق میفته، شما اینا همش محل سوال دیگه که چرا باید توی زاهیه توی اون محدوده همچین جلسه برگزار بشه. حالا در مورد این چه صحبت نکنیم؟ نه، باید در موردش صحبت بکنیم. برای ما درس داره که آقا مراقب باشید. الان که دشمن داره رسما ترور میکنه و تهدید به ترور میکنه، جمع شدن افرادی توی این سطح از اثرگذاری توی یک جا، توی یک اتاق، توی یک جلسه خطرناکه، خصوصا توی اون محدوده. خب اینا نیاز داره به این که ما در مورد اینا گفتگو بکنیم. این میتونه طی مسیر ما رو که حتما رو به پیروزیه و طرف مقابل رو به زواله، کم هزینه تر بکنه و اگر نباشه اینجور میتونه هزینه ها رو افزایش بده. خب ایشون توی ابتدای پیامشون گفتن که کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست رو برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب رو به اثبات رساند. حالا اینا همش قابل بحث دیگه، یعنی اینکه شما در واقع پیش چشم همه دارید این رویه و روند رو میبینید که آقا یک کشوری اینچنین برخورد میکنه. البته گفتم دیگه اینا استراتژیشون همینه، یعنی وقتی که از یک مرحله عبور میکنند که دیگه نمیتونن
محبوب باشند، محبوبیتشون از دست میدند، حالا میرن روی فاز این که ترسناک باشند. شما یک سگ هار رو خب بالاخره در رندگیش رو وقتی نشون میده میخواد ایجاد ترس بکنه دیگه. اینجا هم دقیقا داره بهش اشاره میشه. و از سوی کوته نظری به سیاست ابلهانه‌ایه، یعنی این که اینان دارن یک سیاست غلطی رو انتخاب میکنند با یک نگاه کوتاه و میان همچین اقدامی رو صورت میدن. حالا اینکه باز ممکنه طبق نگاه اینا که میگن آقا برخیز و تو اول بکش، بگیم آقا اینا نگاهشون اینجوریه، اما خب تبعات یک چنین اقدامی، تبعات یک چنین حرکتی باعث میشه که شما اساساً هیچ موقع نتونید به عنوان یک کشوری که در جهان و در منطقه به عنوان یک فرهنگ غنی، به عنوان یک تمدن غنی، به عنوان یک سازوکار مناسب برای اداره جامعه جهانی شناخته بشید. یعنی همه از روی ترس و از روی اینکه آقا این یک سگ هاریه، همه از این زاویه شما رو تحلیل میکنند و هیچ موقع روی شما به عنوان یک سازوکار اداره مناسب برای جهان حساب نخواهند کرد. و خب این رویکردیه که کوته نظریه دیگه. یعنی شما برای تثبیت، حالا مثلا فرض کنید چند ساله حکومت خودتون، به فرض که مثلا چند سال دیگه هم این رژیم ادامه حیات داشته باشه، برای مثلا تثبیت اون شما وقت میگم چه حرکتی انجام میدید دیگه اعتبار آبرویی نمیمونه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید من الهام بخش مثلا یه سری کشورهای دیگه هم از حیث اینکه اونا هم بیان مثلا شیوه حکومتی و شیوه تمدنی ما رو دنبال کنن. رژیم صهیونیستی به عنوان آوت پست و به عنوان پاسگاه تمدن غرب، شرقی ترین پاسگاه تمدن غرب، داره اونجا عمل میکنه و دیگه نه تنها برای خودش، بلکه برای تمدن غرب هیچ آبرویی نذاشته. یعنی اون پایان تاریخی که یک زمان فرانسیس فوکویاما مطرح میکرد 1990 که گفت آقا پایان تاریخ رخ داد، آخرین مدل برای اداره بشریت شد اینی که ما بهش رسیدیم، شوروی فرو پاشید و این الگوی نهایی برای اداره بشریته. با عملیات طوفان الاقصام و این اتفاقاتی امروز داره میفته، به نظر یک پایان تاریخ دیگه داره رخ میده که این پایان تاریخ از یک زاویه برای همه داره جا میندازه که بابا این تمدنی هم که ادعا میشد میتونه توسط فرانسیس فوکویاما بشریت رو اداره کنه، اینم نمیتونه. اینم وقتی کارش به نقاط، چون تمدن تو حالت عادی، سیاست تو حالت عادی، ورزیدنش ساده است. تمدن ساختن و تمدنداری تو شرایط عادی خب ساده است. همیشه آدم ها رو باید تو شرط بحران شناخت دیگه. حضرت امیر هم این روایت رو دارن، میگن میخوای آدم ها رو بشناسی باشون برو سفر، میخوای یه دوستی رو برای دوستی انتخاب بکنی باش یک شرایط خاصی رو بالاخره تجربه کن که عصبانی بشه، ببین که عصبانی میشه چه رفتاری انجام میده. افراد رو باید توی این موقع بزنگاه های این چنینی شناخت، توی سفر شناخت، توی شرایط عصبانیت شناخت، وگرنه تو شرایط عادی که خب همه میخندن و نمیدونم همه خوشحالن و اینها، اینجا که نمیشه آدم ها رو شناخت. که توی فضایی که سختی نیست، شرایط بغرنجی و بحرانی، اصطلاحا تنشی رخ نمیده، نمیشه تمدن ها رو شناخت. الان برای این رژیم که همچین شرایطی اتفاق افتاده، شما میتونید این رو بشناسید و این رژیم آوت پست تمدن غرب خودش که نیست، فقط که این پاسگاه شرقی ترین پاسگاه تمدن غربه. این توی این شرایط اومده اینجا داره عمل میکنه. خب این آبروی در تمدن رو قبل نمیذاره. حالا همه بگن ما میخوایم از این تمدن استفاده بکنیم، این شیوه خوبی برای اداره جهان، ولی این واقعیت رو نمیشه پنهان کرد که وقتی تو شرایط بحرانی قرار گرفت یک همچین رفتاری رو نشون داد. رژیم صهیونیستی دیگه اون اعتبار و آبروی خودش رو از این حس نمیتونه به دست بیاره. این کوته نظریه. وقتی شما اومدید یک همچین حرکتهایی رو انجام دادید، یک همچین کارهایی رو انجام دادید، هی دارید به فروپاشی خودتون از نظر تمدنی نزدیک میشید، چون تو شرایط بحرانی بدترین کار ممکن رو انجام دادید.